و غزل و موسیقی، آنجا که کلام هستی ترنم دلپذیر انسان عاشق را گری می‌زند، آنجا که عاشقانه ها نشکفت و تغزل بر احساس چنگ می‌افکند. غوغای احمد ظاهر است و حنجره طلاییش که دلها را به تصرف خیش دق می‌آورد و عشق را هدیه می‌گیرد. احمد ظاهر آهنگ دلانگیزی که فراموش نخواهد شد و بر بلندای افق موسیقی افغانستان برای همیشه خواهد درخشید. احمد ظاهر از دروازه احساس پاک عاشقانش گذشت و به جاودانه ها پیوست. بیندگان عزیز، هموطنان قدرمند، سلام بر شما. خوشحال هستیم که بار دیگر با ویژه برنامه خاص به مناسبت مرگ شادروان احمد ظاهر در خدمت شما دوستان و عزیزان قرار داریم. البته با عرض معذرت که برنامه ما نسبت مصاحبه اختصاصی وزیر اطلاعات و کلتور آقای خرم با آقای خطاب حدود 30.5 ساعت ناوقتر شروع شد، بازم چیزی که گله داره ای وزن نداره. آقای خطاب لطف کردن و حدود 20-25 تا 30 دقیقه انشاءالله برای ما زیادتر وقت خواهد دادن. خب هموطنان عزیز، ما در ویژه برنامه به مناسبت تجلیل از 30 سالروز فوت شادروان احمد ظاهر مهمانان بسیار ارجمندی داریم در برنامه خود که از هنرمند محبوب و سرشناس کشور آقای ظاهر اویدا دعوت به عمل آوردیم، از جناب آقای شاه محمد سلطانی سابق رئیس موسیقی رادیو تلویزیون افغانستان و همکار ما همکار برنامه آقای نظیر احسام هم در کنار ما قرار داره. نگفتنم آنه که در خلال برنامه آقای وحید صمدزی یکی از ژورنالیست‌های بسیار شناخته شده هم روی خط خواهد آمدن و ما تلاش ما بایی است که با کمک شما مهمانای عزیز ای یک ساعت یا یک و نیم ساعت را که در خدمت شما قرار داریم بتانیم برنامه جالبه در مورد شادروان احمد ظاهر داشته باشیم. خب اوهی داسته بسیار زد خوش آمدین. خواهش میکنم، میربانی لطف. حتما دیگه که کلام از شما شروع کنیم و السلام علیک شما. خواهش میکنم، با عرض ادب و احترام و سلام های صمیمانه خدمت تمام هموطنان عزیزی که همی لحظه ما را از طریق تلویزیون های خود میشنون و میبینن، میخوایم عرض بکنم که من هم از شما آقای آریان تشکر میکنم که در این ویژه برنامه که ما میخوایم بگویم با مناسبت گرامی داشت از هنرمند زنده یاد ما احمد ظاهر برگزار کردین، از ما هم دعوت کردین و با ما هم موقع میتین که صحبت بکنم. یک جهان ممنون و سپاسگزار شما آقای وایدا. واقعیت مسئله هی است که برنامه های متعدد را تلویزیون های مختلف در به این مناسبت راه اندازی کرده بودند که واقعا آقای سلطانی برنامه های جالب بود و حرف های بسیار خوبه، حتی حرف هایی که بسیاری هایشان نو بود، از چهره های نو ما شنیدیم در مورد شادروان احمد ظاهر که واقعا جالب بود. امیدوار هستیم که ما در برنامه خود از شما که بسیار خاطره ها از شادروان احمد ظاهر دارین و از آقای سلطانی که در پیشکش این برنامه حتما مرا کمک و یاری خواهد کردن، هم مرا کمک خواهد کردن تا بتانیم یک برنامه جالب داشته باشیم. آقای سام شما هم آرام نشینین. اول نوبت به میماناست، من هم عرض سلام و احترام بر تمام بینندگان عزیز دارم، خدا کنه که همین جور و صحت و سلامت باشن و همچنان از میمانای عزیز، از آقای وایدا، از آقای سلطانی تشکر. خیر مقدم بگم، آمده نشانه به برنامه پنجری اروپا
بسیار خوش دیم که امشب با هم یک جای برنامه هم از زایره با هم پیش میبریم و خاطرات خود همه این قصه میگیم. سپاس از شما آقای علیان و آقای اسام، سلام ها و احترامات خود خدمت بیننده های تلویزیون در هر جایی که هستن، خصوصا در کشور عزیز ما افغانستان تقدیم میکنم و صحت و سلامتی شان از بارگاه خداوند خواهانم. امیدوار هستم که در این برنامه ویژه گپای راجی و هنرمند فقید احمد زایر داشته باشیم که علاقمندی دوستای هنر موسیقی را فراهم ساخته باشیم. از شما یک بار دیگه تشکر و امیدوار هستم که محترم زایر ویدا هنرمند سرشناس کشور و در پالی ما ششتن و بتانیم با همکاری هم دیگر این برنامه را تا آخر رنگی تر بسازیم. یقینا ما امیدوار هستم ویدا صاحب. باید که عرض کنم که ما و خصوصا آقای شریفی و انجینر صاحب احسان ما ویدیوهایی را هم تهیه کردیم که ویدیو کلیپ هایی را که در خلال برنامه هم از این استفاده خواهد کردیم، ولی ما قسم ابتکار به اصطلاح آقای احسان کردن که نه تنها این ویدیو کلیپ ها از شادروان احمد زایر است، بلکه باید. از هنرمندایی که علاقمند با آواز احمد زایر بودن و آهنگ های از شادروان احمد زایر خواندن. که ما در جریان صحبت های شیرین شما دوستای عزیز این کلیپ ها را هم کوتاه نشر خواهد کردیم. در 15 یا 20 دقیقه آخر برنامه هم فرصت میدیم برای تماشاگرای عزیز که سوالات از اونها رو پاسخ میگیم. به می ترتیب شما موافق هستین آقای سلطانی که روال برنامه رو پیش ببریم؟ خب وای داسه واقعا احمد زایر هنرمند چند بودی، هنرمند محبوب و هنرمند است که مشکل است که آدم سر صحبت از کجا آغاز کنه در مورد احمد زایر. ولی چون شما مهمان برنامه ماستین، اینطور آدم گفته میتونه که اگر احمد زایر در فصلهای مختلف تقسیم کنیم، یک فصلش هم خواهد شد که اویدا و احمد زایر. اگر شما اجازه بدین همچو یک چیزی را برای ما بین که در این برنامه سر از شما بشنویم و اطور من خستین سوال خودم مطرح میکنم که از نظر شما هنر احمد زایر و شخصیت هنری احمد زایر چگونه میتونیم که در موردش حرفای نخستین بگویم؟ خدا کنه گپی که من میزنم یا گپ هایی که خواهد زدم زیاد تکراری نباشه. اولا میخواستم خدمت شما و بیننده ها و شنونده ها عرض بکنم که در برنامه های بسیار جالب که در طول از این مدت از طریق تلویزیون ها به نشر رسیده، خواهی برنامه ها تلویزیونی بوده، خواهی برنامه ها خب به صورت استدیویی یا فرض کنیم تالاری هرچی بوده، درباره زنده یاد احمد زایر زیاد صحبت ها شده و گمان نمی کنم که کدام جنبه بسیار خاص و فوق العاده مانده باشه که او را شما از زبان ما بشنوین. البته چیزهایی هست که ما امشب خواد گفتم که او را شما از زبان کسی دیگه نخواد شنیدین، برای که خب مسائل است که بین ما و احمد زایر بوده و یا در صحنه هایی بوده که بیش از یکی دو نفر شاهد در اونجا نبوده و بعد اصلا ای که شما گفتین درباره شخصیت و در هنریش و بله شخصیت هنریش و هنرش، بله یک چیز خدمت شما عرض بکنم که بسیار زیاد وقت در بر نگیرد. ببینین ما یقین دارم در ابتکاری که دوست ما کردن انجینیر سیب اسام، بله، که یک دیفاوده یا دیویده اینا تهیه کردن از چند نفری که اونا آوازهای احمد زایر را کپی کردن خواندن. بله.
ببینین ما تا جایی که با اسام سیب صحبت کردم، مثلا نام انجینیر سیب احسان امان بوده. انجینیر احسان امان که خودش آوازخوان بسیار پرقدرت و انسان تحصیل کرده، جوان بسیار مؤدب و با فرهنگ هست و یکی از خواندنش همیشه مرا میلرزانه که آهنگ شادروان زلانده خوانده او خانم وقتی که میری، واقعا یکی از آهنگایی است که آدم تکان میده. ببینین وقتی که انجینیر سیب امان آهنگ احمد ظاهر کاپیش خواند، وقت احمد ظاهر زنده بود و معاصر احمد ظاهر بود، درست؟ و بعد از او هم گمان میکنم در محافل، در کنسرت ها اینا میخوانن. این یک طرف قضیه که معاصران یا همزمانان احمد ظاهر فرزن آهنگایش میخوانند. ولی در لسته که قبلا برای من انجینیر سیب احسان گفتن، یک تعداد آوازخوانای آهنگای احمد ظاهر کپی کردن خواندن یا برای احمد ظاهر مرثیه خواندن که اینا نسل بعد از احمد ظاهر بودن. پس به جواب سوال شما این رو میگم که اگر یک آوازخوان از نظر وجاهت هنری، استعداد، کوالیته یا گرمی آواز یا انتخاب شعر یا گزینش یا آهنگسازی یا خلاصه عاشق امو هنر خود، خواه موسیقی باشه خواه هر هفت هنر دیگه، کال دی بعدا هنر تلویزیون و هنر هشتم میخواهیم قبول بکنم، درس هایی که باشه، اگر ای عاشق هنر خود نباشه، والا نباشه، بالا نباشه، خود اونمو عصر خودش یک تعداد عاشقش هستن و دوستش دارن امراش میباشن، نسل های بعدی دیگه نه من نمیگم نمیپذیرن، ممکنه خوششان به، ولی مثل یک بت دیگه نگاهش نمی کنن. برای فرض کنیم نیم قرن و یک قرن که از احمد ظاهر احتمال از این وجود داره که یعنی بیش از قرن و یا کی میدانه شاید قرن ها مورد پذیرش عده کثیری باشد. این درباره چیش که ما این قسم هنرمندا در افغانستان کم داشتیم. ما از خرابات یک نفر برتون نام میگیرم که حاجی صاحب هماهنگ است که واقعا از وقتی که ما میگم سماورچی این توهین شمرده نشود، یعنی از سماورچی مملکت تا موچی مملکت و بعد ها ثابت شد تا اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان با آوازش علاقه داشتن، یعنی یک شهرت جهانگیر بی سابقه استثنایی داشت از خرابات. و در بین آماتورا احمد ظاهر. خب آقای احسان، شما ما میفهم که اینطور تشویش از ایران داریم که با انجینیر سیب شریفی همکاری کنیم. صحبت با شما واگذار میشیم که گفتنی های خود رو بگوین. ناصر جان، من زیاد گفتنی ندارم و وایدا سیب شان شرطانی سیب شان، و البته به اجازی از اینا یک دو خاطره دارم از احمد ظاهر اگه اجازی وایدا سیب جالب باشه. من میخوام که دو خاطری خود بر شما و بر بیندای عزیز بگویم. باز از لوز میرم با احمد جان میخوام در قسمت اگرچه من خودم احمد ظاهر از نزدیک بایش معرفی نبودم، با وجود که با رادیو افغانستان کار میکردم معرفی نبودم، چنانچه هم آقای وایدام در رادیو افغانستان کجا هم معرفی نبودم تا که در آلمان با هم معرفی نبودم. در زمان یکی از خاطره هشیست که در زمان جمهوریت سردار داوود خان در وقت رادیوی وقت در تالار رادیو افغانستان تمام وکیلا رو دعوت کرده بودم. بله. البته وکیلای پارلمان. آره. دعوت کرده بودم و در اونجا یک پارچه تفصیلی ما می‌ساختم.
البته پاشای ما گذشت و با چند نرمند آواز خواندن و خلاصه دمی اواخر یکم کار برای وکیلا خسته کن شد. پارچه تمثیلی شما پارچه تمثیلی مانی همی برنامه در نام روال برنامه روالش یکم کار یا ناوقت شو شده باشد خب دقیقا نیست باز وکیلای ما ریستفید بودن حتی خوشان هم شاید میمورد بکنم یکم بگم پیدکی به این وقت بود که نوبت به احمد ظاهر رسید کمی احمد ظاهر آمد گفت عاشق رویت من و بسته مویت من و کشتایی بود همی چیز وکیلی که بود بیداشت بعد میسر کف زدن که احمد ظاهر همی آهنگ خواند و یک آهنگ دیگه شیاده میست که چی آهنگ خواند همی دو آهنگ خواند و احمد ظاهر از همی تالار رادیو افغانستان پرید رفت بگه هیت ندیده نشد هر قدر دو کفه و سی کفه زدن که باز احمد ظاهر بیاده نامد با اجازه پیش از خاطر شما میخواستم برتان بگویم کاش که احمد ظاهر زنده می بود که در مجالس پارلمان امروزی ما چی شورا چی سنا برای بیدار ساختن وکلا عاشق رویت منه میخوان چرا بعضن آدم میبینه که خویشان میبره خاطره دوم خاطره دوم از احمد ظاهری است که ما در زمستان 1356 همراه همسینفه فاکولتیم و به جلال‌آباد رفته بودیم البته همسینفه بشیر جان اختری بود و نزی جان گران بود نامایشون رو به خاطر بگیم که شاهد باشد و غفور جان و رسول جان بود به بازار برای بودیم بر چکر گشت و گذار میکردیم گفتن اون احمد ظاهر دیدیم که همراه یک موتر آمد و پیشوی یک دکان مایپزی پایین شد از دکان خود دمی دکان مایپزی بالا شد از موتر خود بری و دمی جمی شاگرد مایپز دست خود از سر شانیش ما و بسیار خنده و همونطور بسیار مذاب پرت یک چند تا مایی بر من بریان کرد و مثل یک دوست مثل یک رفیق یعنی همراه یک شاگرد مایپز روی کرد داخل که وقتی که سودای گرفت مایی خود گرفت همون چیزی پولی که داشت مشکل چی اندازه بود کشید رو برای مایپز داد مایپز امی باقی مانده شد بگید بخونه یکش از شما باشه یعنی یک دست سخاوت داشتن جوانمردی داشتن بعد این خاطرات احمد ظاهر که واقعا که بر من بسیار دلچسب بود و برای بینندگان خدا کنه بر شما هم دلچسب بوده باشه من دو چیز در چشم سر دیدیم شما اجازه میتین که یک خواهش بکنیم البته با اجازه آقای آریان تصویری را من اینجا دیدم از یک صحبت خانم احمد ظاهر ما ایره ویداست مفاهمیدم با ارتباط همی گپ شما بله. اگر امکانات تکنیکیش وجود داشته باشه همون قسمت را ببینیم که با گپ شما بسیار پیوند میخوره بعد از او باز من البته یک دو کلمه گپ خواهد داشت انجینیر صاحب از سدی که ما برتان آماده ساختیم دیویدی چون ویداس خواهش کردن اگرچه یه در قسمت های آخر برنامه ما پیش فیلم بودیم فرق می کنه برنامه بله. از خودیس و یک قسمت از صحبت های خانم شادروان احمد ظاهر است بله بله می بینیم بله. با هم یک تشکر انجینر
عرض شد خدمت شما که خب اینجا صدا رو همه شنیدن که خانم احمد ظاهر گفتن که هر پنجشنبه ای که من می رفتم سر قبر احمد ظاهر یک خانم کهنسال یک پیرزن همیشه اونجا می بود، یعنی هر پنجشنبه. و بالاخره میگن برای من سوال پیدا شد که خانم اینجا چی میکنن؟ نمه مشناسو میشنن خیش ماسو نقام و ازش پرسان کردم که مادر چطور است و او خانم گفت که ما در خیرخانه زندگی میکنم. بله. از خیرخانه هر پنجشنبه میایم شهدای صالحین. بله. سر قبر از این جوان و میگن ما از او پرسان کردم که دلیلش چیست؟ بله. چی سبب میشه؟ گفت که ما خب دواخانه برای گرفتن نسخه شوهرم رفته بودم و در اونجا پول نداشتم یا کم بود کد یا چی و یک جوان اونجا استاده بود و پول دوا را هم داد و از جیب خود یک مشت پول هم گرفت در دست مامان و من متعجب شدم، شوکه شدم و ازش پرسان کردم که بچیم تو کی هستی؟ بله. یعنی تو خیشم هستی؟ قومم هستی؟ تو مامور دولت هستی؟ وزیر هستی؟ کی هستی؟ چی کار هستی؟ و او برای من گفت که مادر جان نام من احمد ظاهر است. ببینین گپی که من میخواستم بگویم ایست که احمد ظاهر خودش اینه طور یک انسان بود. در یکی از برنامه هایم که در امی شبانه روز ما از تلویزیون ها شنیدیم گفته شد که احمد ظاهر امروز دیشب گمان میکنم یا امروز جوان شیر حیدری دوست عزیز ما گفت که یکی از عادتهای احمد ظاهر ای بود که آدم نیازمندی را بله. یا نیازمندی را اگر بله. در جای میدید بله. و با او کمک اقتصادی یا خب بر ترتیب کمک میکرد کوشش میکرد از انظار پنهان باشه بله. بله. براخه کس نکشه بله. اینجا من میخواستم عرض بکنم بله. که بعد از مرگ بعد از خب از دنیا رفتن احمد ظاهر 30 سال است بله. که سر احمد ظاهر در بسیاری موارد تجارت میشه بله. ما به عقیده ما مثل که پیشتر من خدمت شما عرض کردم شما گفتین به مناسبت مرگ احمد ظاهر من گفتم به مناسبت گرامی داشت احمد بله. ظاهر اگر مسئله گرامی داشت یک هنرمند است بله. ما باید ببینیم که از یک نتیجه باید حاصل شود نه اینکه وقت تلویزیون ها تالار ها و اینها و اشخاص زایش ها و ما از یک نتیجه نگیریم نتیجه چیست؟ وقتی که ما گرامی داشت احمد ظاهر میگیم و او را گرامی میداریم این خصلت هایش وقتی که یاد میکنیم حد اقل ما که پیشتر باز بر میگردم بگفتیم که از تاریخ مرگ احمد ظاهر تجارت سر شروع شد اولین تجارت دولت افغانستان کرد بله. او وقت تمام همی سیدی سازی ها یا او وقت کست بود همی دستگاه هایی که کست ثبت میکردن چاپ میکردن و مفروختن اینا را حزب دموکراتیک که خلق افغانستان به حساب یک اقتصاد سوسیالیستی بله. که گرچه ما با او نرسیده بودیم اینا را انحصار ساخته بود مربوط دولت بله. پس با مجرد مرگ احمد ظاهر و از جهان رفتن احمد ظاهر و دیدن فیلم های از او در تلویزیون ها چنان یک فروش را شروع کرد افغان بله. موزیک بله. که حالا دیگه تمام آثار احمد ظاهر پیش از اونا بود بله. چی در رادیو یعنی دولتی شده بود بله. دیگه مؤسسات خصوصی حق بله. نداشتن این کارها را بکنن یک تجارت در اونجا شد که سرسام‌آور فروش شد بله. بعد از او در اروپا اشخاصی بودن بله. که همچنان سیده های عزیز را به درجن ها چاپ کردن و فروختن و آل آدم میبینه که تا امی آل هم با دایر شدن مثلا کنسرت های بزرگ و محافل بزرگ تکت فروخته میشه هنرمندا به نام احمد ظاهر به صورت مجانی اشتراک میکنن تالار به قیمت بسیار نازل به دسترس گذاشته میشه عوایده که جمع میشه اگر ما گرامی میداریم احمد ظاهر چرا همو کار را که احمد ظاهر به شهادت خانم احمد ظاهر در حق همو پیرزنه که هر پنجشنبه میره سر قبر احمد ظاهر یعنی پول نسخه شوهرش که یک پول دگام
که برای دیگه احتیاجات خود مصرف بکنه. چرا همی کارا را کسانی که همی کار میکنن نمیکنن؟ اگر مقصد از گرامی داشت است، اگر مقصد از صفات احمد ظاهر آوازخوان درجه یک بوده است، بله. این دیگه هر سالی رو تکرار کنیم، بله. این چیزی که عیان است، چی بیان است. نقطه ای را که من میخواستم سرش تمرکز بکنم ای که نباید سر اینه تو یک هنرمند با داشتن اینطور یک عاطفه بلند انسانی، بله. که خودش هم از یک طبقه بالا که میگن سیر از دل گشنه نمه و سوار از دل پیاده، این آدم سیر بود ولی از دل گشنه ها میامد، بله. حالا وقتی که گرامی داشتشه و صورت فروش تکت و تالار رو اینا میگیریم، همین مبلغ به یک منبع امداد رسانی و فرض کنیم قانون های هست افغانستان، نظیر نهاد بیات، نظیر نهاد نجات و نظیر از این بسیار نهادهای دیگر، مثلا امو اوایدی از او و همونجا نرسد تا روح احمد ظاهر هم شاد شود. و احمد ظاهر نه تنها به خاطر آواز خود، از کرکترش، از تیپش، از انسانیتش هم نسل جوان و نسل های آینده به این ترتیب تقلید بکنن، نه تنها آوازش بلکه رفتارش، کردارش. تشکر آقای وایدا، نظر شما قابل احترام است. خب آقای سلطانی، واقعا شما خاطره های جالب از شادروان احمد ظاهر دارین، نه تنها خاطره بلکه تا جایی که اگر ما اشتباه نکنم شادروان احمد ظاهر با حدود 750 آهنگ در آرشیف رادیو ثبت کرده و دو آهنگ تلویزیونی. میخوام نظریات شما رو داشته باشم که به این مدت کم چطور موفق شده قدر آهنگ ثبت کنه و خصوصا خاطره دو آهنگ اخیر شادروان احمد ظاهر که آهنگای تلویزیونی بود از شما بشنیم. تشکر. من اول باید بگویم که به ترتیب گپای وایدا شد که اصلا وقتی که هنرمند در بین مانیش واقعا و سی ده از مرگش گذشته و همیشه جاویدانی است، همه حالیت که داد جوان ها شوق آوازخانی رو که میکنه فقط احمد ظاهر رو شنیدن، خود احمد ظاهر رو ندیدن، بله. اما جوان مردی هاش وایدا صاحب گفت و خانمش در تلویزیون گفت مقصد من ایست که سر هنرمند، سر خون هنرمند اصلا تجارت اصلا روانش، بله. بر شکلی که باز از او بگران و باز از او یک کم بتن ایگه پاس من و این یک چی بگویم کسایی که دوش تراک میکنن هنرمند هاییم که اونجا میخوان اونا هم از اونا هم سوء استفاده کنن. آقای سر اصل گپ بیاییم که بله سوال ما در مورد اما ظاهر مرحوم میخواست که به تلویزیون افغانستان آهنگای بسیار ثبت کنن و ازش دعوت هم شد، آماده گیری برای یک 14 آهنگ، یعنی مقصد ما از یک کستش، بله. که خودش انتخاب کرده بود میخواست که بیاد، اما گپا درست شد و در استدیوی تلویزیون آوردن. بعد از او قبل از اینکه آمادگی گرفته بود مسائل ثبت شود آهنگا، رئیس تلویزیون وقت به نام طاهر اچکزایی، بله. فکر میکنم در رادیوی صدای امریکا نتاقی میکرد ولی من این فهم که هست یا نیست، مامور هنر ادبیات بود، از هنر ادبیات یک دم رئیس نشریات تلویزیون شد، بله. وی همی چپلکا در پاچ از زینا تا شد دیگه کلگی در دالیز است. گفت که من خوش هستم که احمد ظاهر آمده، مگم شما باز از استاد گلزمان هم یک 14 آهنگ ثبت کنید. با گفتن همی گفت ببینین که در او وقت تو یک به اصطلاح بگویم که میگن تعصب نژادی و قومی و لسانی، خود از آداون میزدن. احمد ظاهر برآشفته شد بر از این که گفت میتانست که بعد از من کمی آهنگای خود ثبت کنم، بله. و بعد از میتونست که میگه اما به خاطر که من اینجا هستم آمد که یعنی 14 آهنگ باید 14 آهنگ وام بخونم، بله. خب هنرمندی بود بسیار غرور داشت، غرور هنری داشت، واقعا شخصیت والا داشت، غرور هنری داشت، حساس اخلاق هنری داشت. بالاخره با نمون وقتی که میخواست که برای از این که محترم وایدا از اینا میامد داخل میشد، بله. که داخل میشد که وقت برآمدن بود که گفت من دیگه نمیخوانم، بله. دیگه عزیز نمون بود که رفت دیگه نخوام تا که مرد. جالب است، من میخواستم اندکی با خواستن معذرت مداخله بکنم. من اتفاقا از دروازه داخلی بیرونی رادیو تلویزیون دا
داخل محوطه تلویزیون شده بودم و نزدیک دروازه امی مرکز تولید یا امارت خاص تلویزیون بله. 5-6 پله زینه مرمر داشت. ما با آرامی هم تو روان بودم، برای اینکه شنیده بودم که یک دیکوریتور بسیار خوب افغان ما، یک بچه جوانی که در ایتالیا تحصیل کرده بود، هم نقاش بود و هم دیزاینر و دیکوریتور، او را آورده که گویا از تناب برش دیکور درست میکنه. من میخواستم خب هم مزایا رو هم جریان ثبت شد بینیم، هم همی هنر دیکوریتور. هنوز من نزدیک همیچین تازه رسیده بودم زینه های پرودکشن خود استادیوی تلویزیون که دیدم احمد زاهر با عجله مثل کسی بدوه در حال دروازه رو واز کرد و در حال پایین شدن از این 5-6 پتا زینه است. با من گمان میکنه یک 5 متر فاصله داشت. من گفتم سلام زاهر، چطور هستی؟ گفت سلام بچه، این وقت از این ما از خواندن در تلویزیون و رادیو بس کردم، اگر کتم هستی بس کن. ما صدا کردم اگر روتر باشه ما هم بس کردم و می خواهیم برتان بگویم بازی دیگه در رادیو و تلویزیون نخواهیم. خب این در افغانستان سلطانی صاحب که کم موسیقی هم من فکر میکنم که انجینیر صاحب یک ویدیوی از آقای احسان امان آماده دارن که او را هم یک جا با هم رو داریم درکت دو دخته میبینیم، بعد برمیگردیم با شما. خب خب بیننده عزیز، تا بعد تا آهنگا آماده شوه، بعد از نشه آهنگا با ما باشه. حتما میشه. خار گل بیداد لیرمی دم پایو بیرون کشکی دم از کی چپا احمد استودیو. احمد استودیو نمایندگی تلویزیون پیام افغان در آمبورگ. اعلانات و انواع تبلیغات تصویری شما را تهیه و به دسترس نشر می‌سپارد. لطفاً برای تهیه تبلیغات تجاری خیش با نمایندگی تلویزیون پیام افغان با ما در تماس شوید. شماره تلفن 2049-176-48-34-04-81. Thank you.
هموطنان ارجمند، شرکت بین المللی و بارچلانه منگل فرارسیدن سال 1388 هجری خورشیدی را به تمام شما عزیزان تهنیت و تبریک عرض می دارد. شرکت بین المللی MTS و نمایندگی های آن در کشورهای امریکا، چین، دبی، گرجستان و ایران به مناسبت حلول سال نو از اول حمل الی اخیر ماه جوزا تخفیف قابل ملاحظه را برای مشتریان ارجمند خیش مد نظر گرفته است. انتقال کانتینر با 4 اراده تیزرفتار از امریکا به افغانستان به قیمت $5,200. انتقال کانتینر 40 فوت از تمام بنادر انگلستان، هلند، بلژیم، آلمان و افغانستان با شرایط FOB 2500 یورو. بارگیری و انتقال کانتینر با 5 اراده تیزرفتار از شهر هامبورگ آلمان به بندر اسلام قلعه و نیمروز $2,900. بارگیری و انتقال کانتینر با 5 اراده تیزرفتار از شهر هامبورگ آلمان به تاجیکستان $5,900. انتقال کانتینر 40 فوت از تمام بنادر بلژیم، انگلستان، هلند و آلمان به دبی به شرایط FOB به قیمت $1,200. بارگیری و انتقال کانتینر با 4 اراده تیزرفتار از هامبورگ به دبی به قیمت $1,600. انتقال کانتینر 40 فوت از دبی به اسلام قلعه و نیمروز با شمول ترانسپورت داخلی $2,550. انتقال کانتینر 40 فوت از بندر نینگبوی کشور چین به اسلام قلعه و نیمروز $2,500. شرکت بین المللی MTS برای همه شما. خب بینندگان قدرمند، با عرض سلام مجدد، شما نگرنده برنامه پنجره اروپا به طور لایف و زنده از شهر هامبورگ جرمنی هستین. ما برنامه ویژه به مناسبت سال روز مرگ شادروان احمد زایر داریم. مهمانان برنامه آقای زایر هویدا، آقای شاه محمد سلطانی و فعلا ما در روی خط آقای وحید سمدزه داریم، ژورنالیست و منتقد شناخته شده که ما آقای سمدزه، شما آواز ما رو میشنوین؟ بله. سلام به شما. سلام بر شما و از طریق شما ما درودهای فراوان خدمت تمامی دوستان بیننده و نیز با خصوص شیفتگان هنر والا و فرخنده احمد ظاهر تقدیم میکنم و با استفاده از فرصت سلام سخت به شایبه خدمت هویدا صاحب بزرگوار، سلطانی صاحب، حسام صاحب و شما تقدیم میکنم. از برای خدای جان تشکر. خب کوچکتر از آن هستم که در رابطه با احمد ظاهر بزرگ، چی که احمد ظاهر سترگ که ستیغهای هنری ما را در عرصه موسیقی در نوردیده حرفهایی داشته باشم. قبل از همه جالب است این نکته را بگویم که نمیدانم چه حکمتی در این حرف وجود داشته که ماه جوزا، آنسان که همه می دانند بزرگترین هنرمند ما را از ما گرفت، ولی به خاطر باید داشت که در همین ماه استاد بزرگ سرتاج موسیقی کشور استاد سراهنگ هم رحیل سفر بربستند و هنرمند دیگی خوش آواز بسیار جوان بخزمینه هم در همین ماه جوزا و با قرینه سازی یک زمان بسیار اندک یکی به دنبال دیگه از جهان رخت بربستند. به همه حال احمد ظاهر آنسان که گفتیم یکی از ستیغهای عرصه موسیقی و عرصه هنر کشور بوده و هنوز که هنوز است در از پس سالها و دهها حضورش در هر خانه، نه تنها در درون افغانستان که آن سوی مرزها، فراسوی مرزها، در کشورهای همجوار هنرمند است بی‌بدیل و چنین خواهد بود. با عقیده ما نکته جالب در رمز و راز زیستار احمد ظاهر که خودش نقش ماندگار بر کتیبه روزگار بود، اما تا کنون از پس این همه سالها ما حتی نتانستیم رمز مرگ او را برگشاییم.
بیشتر دوستا صحبت کردن که در رابطه با آهنگ های احمد ظاهر و امی دو آهنگی که بر تلویزیون ثبت کردن، ما تلویحا میخواستم بگویم که احمد ظاهر در ایران کنسرت را برگزار کرد که با استقبال به شایبه و گرم همه مواجه شد، ولی ما با شما جمع بیننده و هموطن در کل منظور ما، وقتی میگم ما همه نتانستیم، یعنی آنقدر هنرپروری و فرهنگرایی نداشتیم که حداقل در طی 3 دهه امی آهنگ ها را دستیاب بکنیم. به همه حال در رابطه با مرگ احمد ظاهر، آنسان که همه میدانند زاد روز پیدایش با زاد مرگش یک روز بوده. خب ما اگر همه میدانند باور دارند و میدانیم که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز روز رحلتشان و روزی که جهان با حضورشان روشنان بخشیدن او مورد بسیار مقدس است، ولی جالب است آدم بگویه که الویس پرسلی یکی از شاه ستاره های موسیقی پاپولایت همچنین سرنوشت داشته که تاریخ تولد و تاریخ مرگش همزمان است، و جالبتر از او ویلیام شکسپیر نویسنده و نمایشنامه نویس بزرگ و جاودان عرصه ادبیات جهانی نیست، زاد روز و زاد مرگش روز واحد بوده که آدم به نحو وجوه مشترک بین بزرگا پیدا میکنه. تشکر آقای سمزه. اگر اجازه شما باشه، شما منیس یک نویسنده و ژورنالیست، ما میخواستم که کارایی هنر احمد ظاهر علل خصوص در معرفی بعضی از شاعران ایرانی چون رایه معیری، خانم فروخ فرخزاد و یک تعداد از شاعرای افغانی که از آقای صفی الله ثبات و مرحوم احمد شاه اظهر که شما در اینجا صاحب نظر هستین، میخوایم در این راستا نظر شما رو داشته باشم. احمد ظاهر هنرمندی بود باقنکاش، هنرمندی بود که در قدم نخست خودش بر هنرش بسیار ارج والا میگذاشت. هنرمندی احمد ظاهر مزید به این که خوش آواز بود، حنجره طلایی داشت، در این هم بود که او اهل کتاب بود، او موسیقی را ساده نگرفته بود. احمد ظاهر با شعر عجین بود. احمد ظاهر شاعرای روزگار ما را چنان که شما گفتین، مثلا میمان دارم شما را زیاده از خواننده‌های ما محمد شای اظهر نمیشناسند. احمد شای اظهر ببخشید، ولی احمد ظاهر 10 آهنگ از او را خوانده بود، در حالی که خودش با او هیچ وقت ملاقات نکرده بود. احمد ظاهر ببینین در گزینش شعر با چنان دقت، با چنان فراست کار میکرد که هر آهنگ احمد ظاهر به نحوه از آنها تبلور یک حالت داره. احمد ظاهر مزید به این که شعر بسیار پخته و ناب برمیگذید، مزید به فولکلور فرهنگ مردم چشم داشت و از موسیقی وطنی هم ناآگاه نبود، و از این جهت است که او همیشه طیف وسیع از خواننده را با خود داشت. اما خب ما آدم نیستم که زیاد سر مسئله ادبیات و شعر احمد ظاهر صحبت بکنم، میخواستم با استفاده از فرصت 2 حرف دیگر را اینجا مطرح بکنم. بفرمایید. یکی مورد مسئله فیلم الماس شرق است که با درد و دریغ بیشتر هم حرفای مطرح شد، گفتن که با تأسف و با دریغ فراوان از نام احمد ظاهر به گوناگون صورت بهره برداری های بسیار ناشایست صورت گرفته، از جمله ای که ما در رابطه با فیلم الماس شرق که زیستار و زیستنامه احمد ظاهر است، دوستایی که دستن در کار از این فیلم بودند هر کدام سخت سهلنگار بودند و اینا نتانستن هیچ نه تنها هویت احمد ظاهر را مصور بسازند، بلکه متاسفانه
یک کار بسیار سطحی و پیش پا افتاده، در حالی که این میتونست یک پروژه ملی می بود. بهترین دستندرکارا، بهترین کارگردانا، سیناریستا، فیلمبردارا، اینا با هم باید دست به دست میدادن تا میتونستن حداقل برخی کوچکی از کارکردهای هنری احمد زایی را پاسخ بگن که این مورد نبوده. و همچنان من میخواستم همین لحظه از طریق شما و رسانه شما بر مراجعی که علاقه من باشن، به خصوص مراجع دولتی، این پیشنهاد داشته باشم. هنرمندی که تانست پس از مرگش 3 دهه هنوز که هنوز است در آن بالاها بر کرسی قوت و قدرت و هنرمندی تکیه داشته باشه، هنرمندی که نامش جلیتر از دیروز است، هنرمندی که شهرتش فراگیرتر از روزگاری است که زنده بود، ما تا به امروز نتانستیم یک تالار، یک محل، یک محفل شایان برش بگیریم. ما بیشتر هوایدا صاحب گفتن که گرامی داشت در تبجیل و تجلیل از احمد زایر به همی بسنده میکنیم که 4 نفر هنرمندای آوازخان گرده هم میاریم، محفل را فراهم میسازیم و اونا کاپیخانی احمد زایر میکنن و پس از اون میگیم که ما خدمت کردیم. به عقیده ما این خدمت نیست. ما به خاطر گرامی داشت و تبجیل تجلیل از احمد زاهر ما باید سیمینارهای بگیریم، ما باید زمینه های هنری زوره، رمز موفقیت احمد زاهر و تنوعش در آهنگ بخش های مختلفش تایی محافلی که سبقی علمی هنری فرهنگی داشته باشه بگیریم تا واقعا حداقل پاسخی باشه برای این همه هنر والای احمد زاهر. تشکر آقای سمازه، بسیار زیاد لطف کردین، بسیار مهربان. از اینکه یک مقدار زیقی وقت است میدانم، به هم حال سپاسگزار از شما، از دوستا. ما آرزو داریم که روزی و روزگاری ما بتانیم واقعا نقش ماندگار ای کتیبه دهر و کتاب زیست احمد زاهر کاملا بخوانیم. تشکر آقای سمنسری. یک جمله اخیر من میگه باید احمد زایر همواره بزرگ داشت، گرامی داشت و یاد سبزشه، یاد پرفروغشه در باغ خاطر خود همیشه و جاوید و سرمد داشته باشیم. یک جان ممنون، سپاسگزار شما آقای سمنسری. تشکر. خوب باید آسه انجینیر صاحب، اگر یکی از ویدیوها آماده باشه بعد برمیگردیم و صحبت های بعدی. یکی از ویدیوهای مرحوم احمد زاهر باشه یا یکی هم از هنرمندایی که علاقمند با آواز احمد زاهر بودن بعد برمیگردیم. سلطانی صاحب به شما، هویدا به شما، دقون آوردین. از برای خدا، صحبت های سمزای عزیز بسیار جالب بود، مثلا پیشنهادشان درباره از این که درباره همچون هنرمندان اصولا سیمینار باید گرفته شد، یعنی مورد پژوهش و تحقیق علمی و اکادمیک قرار بگیرند. کلگی می فهم آواز احمد زاهر فوق‌العاده بودند، ولی چرا آواز فوق‌العاده در مملکت ما کم کس نداشت داشتند؟ ولی دلیل ایماندگاری و با چند نقطه بسیار مقبول اشاره کرد سمزه که من با کلش اشاره نمیکنم نسبت زیقی وقت، ولی امی که گفت که از دوران زیست خود کرده، یعنی از دوران زندگی خود کرده، در این 30 سال پرفروختر تجلی کرده و محکمتر بر امو کرسی خود تکیه زده. این بسیار یک گپ بزرگ است. این جز با پژوهش و سیمینار و تحقیق که چرا اینطور است، به خاطر نسل های آینده، به خاطر بچه ما اگر آوازخوان شوه مثلا، یا به خاطر نواسه ما اگر آوازخوان شوه، یا خب مرش چی میکنین، به خاطر کسانی که با اون را علاقه دارن. خب انجینیر صاحب میتونم ویدیو رو پلی کنم؟ Thank you.
مجده مجده کابل مارکت. کابل مارکت یک گشایش جدید. کابل مارکت مغازه مدرن مواد خوراکه که از مدت‌ها انتظار گشایش آن را داشتید، به روز جمعه 19 ماه جون گشایش می‌یابد. کابل مارکت در زیر یک سقف مواد خوراکه، لوازم منزل، میوه‌های تازه، انواع برنج‌های اعلی بسمتی، نوشابه‌ها، مواد کانسر شده، قصابی مدرن، بیکرای، کتاب فروشی را تهیه دیده است. روز جمعه 19 ماه جون کابل مارکت منتظر پذیرایی شماست. آدرس رالشتیتر ریک شماره 73 نزدیک به اوبان فارمز. خب بینندگان قدرمند با عرض سلام مجدد، شما بیننده برنامه پنجره اروپا به طور لایف و زنده از شهر هامبورگ جرمنی هستید. ویژه برنامه ما به مناسبت سال روز مرگ شادروان احمد زایر است. قبل از اینکه ما به آقای سلطانی برگردم، باید مختصر یادآوری کنم که مارکت کابل روز جمعه 13 جون گشایش دارن. از هموطنان عزیز خود خواهش مند هستم که به این روز گشایش خوستن که در نزدیک کسایی که در نزدیکای اوبان فارم زندگی دارن اونجا تشریف بیارن و این هموطن ما را به اصطلاح حمایه کنن. خب وایدا صاحب، سلطانی صاحب، برمیگردیم به شما. سلطانی صاحب، میخوایم از شما وقتی که از سمتزای صاحب استعداده از شاعرها یاد کردن، از شادروان، شادروان احمد شاه از هر کنم فوت شدن سالهای پیش، در اینجا به انصافی میشه که ما از فریدا جان انوری یاد نکنیم، البته به عنوان یک دایرکتر منظور می است، اونا که شاعر بودن و آقای فارانی در همین دو آهنگ احمد زایر و کار رژی آهنگ احمد زایر، میخوایم که شما بشنوام در مورد کارهای از اینا که اینا هم سهم داشتن در دایرکت آهنگ. در مجموع برنامه موسیقی عموماً آقای مغفرتش کنه خود بطرم داود فرانی، بله سر آهنگا رو ثبت کده و همی آهنگ لیلی لیلی جان داود فرانی دایرکت کده و خدا بود یارت فریده جان انوری، که روح داود فرانی شاد باشه و یاد از فریده جان گرامی داباد. واقعا حتی اختلاف لباس به سر می پارچه چی خدا بود یارت فریده جان بشار یک واقعا بانوی بشار امتر ظریف و بشار پرکار و خردگیر بالاخره دو سه دفعه لباس احمد زایر خدا مرده سرش تبدیل کرد. بالاخره او دیگر که بدندم در این موتر می یک کران سیاه داره ممور آورد و بالاخره به فلت یا پشه پشترش که یک چی منداخت به مو اموز رجور کرد و لایت انداخت و پاچه رسد کرد. جگر مهم در ایست که پشتر ویدای سب هم گفت و ایجان سمزه هم گفت که ما نتانستیم که از یک نرمنده که واقعا سه دهست که می درخشه نسل جوان یکی به تقریب دیگر رنگ و تحقیق آهنگای ما زایر و از این تقلید میکنن و میخوانن. ما نتانستیم که از این مرحوم از این هنرمند فقید یک دست آورده واقعا داشته باشیم. این کلیپ هایی که جور میکنن، تصویر مندازن، کسایی که زحمت میکشن تشکر میکنیم، اما واقعا همیم ایست که چهره خود یک هنرمند که باشه و دیگر یعنی ارزشش زیادتر است. خب بر صورت به محمد زایر من دیگه که از کجا بگویم، محمد زایر مرحوم همه قدر که آوازش دلگیر بود، همه قدر که خودش آدم پرسخاوت بود، جوان مردی داشت، همه قدر آدم بسیار با تقوام بود. مثلا ما شما ببینید یک آهنگی ثبت میکرد استادیوم، خاطره است این گپایش که بیننده یک دفعه بفهمن یا بشنون چیزایی که نشنیدن بیشتر گپ ویداسه. استدیو یک آهنگ میخوند به نام نمیدانم بر روی کی بخندم،
البته آهنگا من پیش از زور ثبت میشد، اما این مخصوص برای این باده یک استدیو داده بدنش. آمد یک استدیو و آلات موسیقی و آمد و میخواست که تمرین کرد و مرحوم زلاند خدا بخترت که استاد زلاند بود و این وقت دکتر سیب جلالی او هم آمد، او دیگه رئیس رادیو و هم مشابق امی بسیاری و نرمنده بود عبداللطیف جلالی. عبداللطیف جلالی بله رئیس رادیو در واقعا در موسیقی بسیار هنر موسیقی رو دوست داشت و بسیار واقعا بسیار کارم کرد و بسیار زحمت هم کشید خصوصا در مسائل آهنگای فولکلوره. بله خب هر صورت که آمد دینه این وقت استاد اولمیر داخل استادیو شده محمد گفت قدیفهش نمیستر دستش گزلان شد من رفتم در خدمات در مصطفی ما شمره ندادم چرا گفت یک آهنگ کم بود استی او جا همه تو بود که باید یک هنرمند میخواند آهنگ با نمره فیتا زده میشد با نمره میبرد محاسبه باز ماش از او بچه یعنی مطابق قرارداد یک آهنگ گفت من میرم وطن نمیشم زلان خدا مغفرت شد گفت برو باز یک روز دیگه بگم نیال من پیسه ندارم مرا گفت نمره فیتا را بیار من پیسه تمیتم باز برو پولیتا اما ظاهر سه برامر از پشت استدیو دستای استاد اول میره باش کرد و ای قدر دست سگره برای پشت مایک شانش و استاد تو هنگ تا بخوند باز من میخوام که موره پوره شود قرارداد پوره شود و پول تبتن و تو بتانی استاد ولمی شش سایب آهنگ خاند برآمد بعد از او احمد زهر مرحوم آهنگ با تاش آم و نامختا دوام کرد و بر صورت یعنی در هنر خودم و در نوازش خودم و در احترام خودم واقعا یک آدم بسیار عالی دیگه روح شاد باشه هر چقدر که سلام از ظاهر بگوییم کم است واقعا دیگر یک دین بود که در گردن ما بود مثلا برای از اینکه ما باید در یاد بودش نگران داشتش اشتراک کنیم و باید گپایی که نوی که باشه یعنی شنونده بیننده نشینده باشه و نیده باشه ما برشان تقدیم کردیم تا جایی که امید است که مورد قبولشان شد وای داسب شکر آقای سلطانی ما در یکی از مصاحبه‌های خود اینطور یک سوال از شما مطرح کرده بودم که او را یک کمی میخواییم حال اصلاح کنم ما اینطور یک سوال از شما مطرح کرده بودم که شما چی چیزهایی را در خود میدیدین که در احمد ظاهر نبود و چی چیزهایی در احمد ظاهر بود که در شما نبود ما یک کمی سوال این با یک شکل دیگه طرح میکنم شما با شخص احمد ظاهر تا کجا رفیق بودین تا کجا رقیب بودین تا کجا یکی دیگر به اصطلاح یک کمی ویژگی های خود و احمد ظاهر چگونه با مقایسه میگیرین خواهش میکنم اولا مقایسه ما و احمد ظاهر کاریست نابجا ما مقایسه نمیشیم به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه من بیشتر از اینکه آوازخوان بوده باشم ده. مثلا به ژورنالیسم بسیار علاقه داشتم به گویندگی، گردانندگی، نطاقی و به شدت به مطالعه که گفته برتان میتونم از صنف دوی مکتب به کتاب خواندن اعتیاد داشتیم و این اعتیاد یا این سرطان تا همین رحم همراه من الحمدلله است دیگه ببینین خب در اون زمانه که مسائل چپی و راستی و ضدیت با سلطنت و مثلا بنیادگرایی و از این قبیل گپا و سخنا بود ما مطلقا در دو موقف طبقاتی به تمام معنا متضاد قرار داشتیم نه؟ احمد ظاهر در سطح در طبقه مرفه و با رسوخ و سرشناس کشور قرار داشت صاحب پدر صاحب خب کاکا وزیر دیگه کاکا که ما به اونا بسیار احترام دارم قماندان امنیه پدر رئیس شورا و صدر اعظم و از یک زندگی مرفه مثلا فکر نان لباس خوراک و از این قبیل گپانی ولی ما بچه کوچه کتاب فروشی 7 ساله پدرم فوت کرده یک زن بسیار بزرگوار یک بی بی زن که او مادر ما بود که ما از او بسیار درس یاد گرفتیم او با تار و سوزن خود تا سن 15 سالگی را ما را نماند که از گشنگی بمریم فکرتان شد؟
بله. ای شما میدانین که شرایط زندگی و اجتماعی و موقف اجتماعی تان در یک جامعه شما را میتانه با چنان فاصله های قرار بده که به هیچ صورت قابل مقایسه نباشه. ولی جالبیش است که انال خب مشاهد دارم. ارکستر آماتور اول وقتی که ما دوست عزیزم عزیز آشنا که اگر آرال صدای من رو میشنوه میگن که دریمن آنوور تشریف دارم، شاید در همی دقایق در امریکا تشریف داشته باشن، شاید در جای دیگه خواهم میشنوه خواهم نمیشنوه. احترامات خود خدمتشان تقدیم میکنم. او مرد بسیار قابل قدر است و در بنیانگذاری ارکستر آماتور نقشش بی حد فوق العاده بود. اصلا همی آیدیا از او بود. وقتی که ما یه ارکستر درست کردیم ببینین و خوی فراز نشیب های بسیار زیاد داشت که در قسمت صحبتی که درباره استاد زلان زنده یاد داشتیم ما گفتم که اونا چقدر کمک کردن تا اینکه ما رسیدیم به حتی قصر دلکشا و ریاست هنرهای زیبا و ایگپا. اونا یک طرف، ولی وقتی که وارد رادیو شدیم ما احمد ظاهر آوردم رادیو. ایگپا یادش بخیر آقای نبیل مسکینیار، یا بگویم دوست عزیز ما نبیل مسکینیار، در اولین گرده همایی که همینجا به خاطر تلویزیون آریانای آمریکا شده بود همی گپا گفتن. البته یک کم مبالغه آمیز که گفتن که اگر ظاهر و ویدایی ارکستر با وجود نمی آورد نه احمد ظاهر می بود و نه احمد ولی. خب این یک ذره مبالغه آمیز و لطف خودشان بود، ولی آمدم سر ازی که اونا بودن. جشنهای معلم جریانی بود که ایره با وجود آورد، ولی احمد ظاهر نمیتانست، گویا کدام مشکلی داشت. ما این گپه با یک جای دیگه هم گفتیم که یک روز ما هم از مکتب گریخته بودم و احمد ظاهر هم ما در کافی خیبر شده بودیم و دو سه نفر رفیقایش همراهش بود قبل از ما آمده بود. ما بعدن که یک دو سه نفر مکتب گریز دیگه خدا آمده بودیم، وقت پنج افغانی که شما میدادین بر شما یک گیلاس چای شیر چای که یک پارچه کیک و از این تشریفات میدادن که او قدر پول گزاف نبود شده بودیم امورا میخوردیم، چون احمد ظاهرشان از ما که قبلا آمده بودن و او وقت ما ارکستر آماتور ما در رادیو کار خود شروع کرده بود و یک دو سه ماهی میشد که جای یعنی جا افتاده بود تقریبا، نسل جوان ازش استقبال کرده بود، ولی چند نفر نبودند که اینا را ابتکارات ما سبب شد کامل. احمد ظاهر رشان چون گفتم اندک قبل تر آمده بودن از جای خود که خیست، وقتی که میخواست برایه ما همیشه احمد ظاهر تا که بسیار دوست صمیمی نشده بودیم بچه دکتر میگفتم. بازیر توسط یکی از رفیقای ما برای ما اطلاع داد که ما یک سال ما و احمد ظاهر تفاوت داریم. او یک سال از ما کده کم سال تر است، ما یک سال از او کده کهن سال تر است. برای یکی از رفیقایم گفته بود که ظاهر و ایدار احترامش دارم، دوستش دارم، صدایش هم خوشمه، ولی نام من احمد ظاهر است، من بچه دکتر نیستم. من ایره طنزآمیز برش میگفتم. در او هیچ کدام نه همین خصلت ما بود، سیستم گفتار ما همه طور است، همیشه صمیمی باز بسیار با طنز با خنده با امینا صحبت میکنم، کینه و نفرت و گیگپا در ذات من نیست اصلا. خب به هر حال وقتی که مبرام اینا چون از ما کده پیشتر آمده بودن و میخواستن براین، احمد ظاهر طرف من صدا کرد گفت که حساب میز شما تصفیه شده است، با امان خدا با امید دیدار. من صدا کردم بچه دکتر بسیار زیاد تشکر. پس دور خورد گفتم خوشت نامد از ایگر بچه دکتر. گفت سیکو وایداسه دوست دارم، چرا از من بد میبری؟ من گفتم برازی که در رادیو نمیایی، پالوی ما استاد نمیشی، نمیخوانی، لیکن بد امام نمیایی، میفهم مشکل داری. دکتر صاحب عبدالظاهر نمیمانید؟ گفت که یک سلسله مشکلات فامیلی است. گفتم خیلی بیا اینا یک پنج دقیقه اینجا بشی احمد ظاهر و نه بچه دکتر. شش یک قلم یک کاغذ گرفتم، یک تا کاغذ نوشته کردم برای دکتر صاحب احمد ظاهر، دکتر صاحب عبدالظاهر، که ما که همین گروه درست کردیم برای احیای احترام هنر و هنرمند. ما هم در طویله
کلان نشدیم که سزاوار تیگر باشیم. هنرمند این مملکت، هنر در این مملکت بنابرای دلائل سازنده گفته میشه و این سازنده به اون مفهوم بزرگ سازندگی و درست کردن و ایجادگری نیست، به یک مفهوم بسیار بد است. ما میخواییم با آمدن اشخاص سرشناس از فامیل های سرشناس و مخصوصا تحصیل کرده دانشجو و دانش آموز اینا این کار را بکنیم. ما میخواییم احمد ظاهر بیایه در ارکستر ما و آواز ثبت کنه در رادیو در پالوی ما، برای از اینکه هیچ چیز شما از خود کده زیادتر نمیدانیم، هیچ چیز خدا از او کده کمتر با همی کلمات. لطفا یا اجازه بتینش که بیایه ثبت بکنه و یا برای من اجازه بتین که نیم ساعت حضورن که شما صحبت بکنه. گفتم اینی کاغذ برای دکتر سیف عبدالظاهر بته، احمد ظاهر و انا بچه دکتر سیف. سبا ساعت 8 بجه اینم جا منتظر تست جواب شبه، چون تلفون ترگپا نبود، اینم بنده تلفون نداشت. سبا 8 چی میکنیم که پیش ازی که دروازه خیبر واز شود، احمد ظاهر دادان دروازه خیبر استاد بود که ما آمدم بغلا رو واز کدو بغل کشی کردیم. من ترگپا گفتم چی گپ شد بچه دکتر؟ گفت اینا باز گفتین بچه دکتر. گفتم نه، تو نتیجه را بگو که بچه دکتر آمدی یا احمد ظاهر آمدی. گفت من احمد ظاهر آمدیم. گفتم چی گفت دکتر سیف عبدالظاهر؟ گمان نکنم یا رئیس شورا بود وقت دکتر سیف عبدالظاهر یا صدر اعظم بود. گفت والا بابیم گفت که من کت از این سازنده و کت از این لچکا و ارازل و باش نیم ساعت گپ زدن نمیتونم. برین، بسیار معذرت میخوام، گفت من را پدر گفتم دوزد، گفت برین پدرناتا هر کاری که میکنین بکنین. و ما یکی دیگه خود در آغوش کشیدیم و آمدیم رادیو و ارکستر را جمع کردم و اولین آهنگ احمد ظاهره که بعضا اشتباه میگن کدام آهنگ است، اولین آهنگش آخره دریا تو هم چون من دل دیوانه داری، صدای ما با وضاحت در پشت از او بایس کورس خان. خواننده یا سولیست احمد ظاهر است، امی کورس هم کمپوز خود احمد ظاهر است، اما امی کورس ها برادرم کبیر هویدا ساخت. شعرش هم اگه اشتباه نکنم از استاد ضیاء قاری زاده، از زندیات استاد ضیاء قاری زاده است. و چی شعر مقبول و ما این کورس ها ارکستر آماتور یعنی برادرم کبیر هویدا و ضیاء ارکستر آماتور ساختن، نغمه از ایرام امونا ساختن، خود آهنگ اسکلتش از خود احمد ظاهر بود، شعر از زندیات ضیاء قاری زاده و ما پشت سرش جمعی از یک اکوردیون زدیم کورس خواندیم. فکرتان شد؟ کاملا تصدیق است وایدا صاحب که شما به اصطلاح کسی اولی کسی بودید. نمیخوایم مقایسه بکنم خدا همراه احمد ظاهر یا احمد ظاهر، چون ما احمد ظاهر یک مدت یک سوی تفاهم پیشش بود که فکر میکرد ما رقیب هستیم، چنانچه ای را یک روز که بسیار سرشار بود حتی از یخن من گرفت در سالون میدان افغان فلم، مامور افغان فلم ساخته بودنش، بسیار آزار دادن احمد ظاهره یکی و خلص در رقش آنقدر جفا شد در اواخر سالهای زندگیش، از زندانی شدنش گرفته تا متهم شدنش به قتل و تایی آزاد شدنش تایی که بازی مامور رادیو ساختن که هشت صبح رادیو نه افغان فلم که هشت صبح بیای آزیری امضا کنه و این چیزا، ای بسیار واقعا از این کده زیادتر یک انسان شما زیر فشار روانی نمیتانیم گرفته. من فقط میخواییم بگویم که سه سال آخر صمیمیترین رفیق احمد ظاهر بودیم، همیشه گپای ما گوش کده ولی نکده بریزی که امو تیپ نبود که باید بکنه. انسان آزاده، انسان آسی، مثل قهار آسی، اینو تو یک انسان آسی بود. تشکر وای دست، شما مقامش بسیار بالا بود. هیچ گونه کار ما کدام برتری نسبت به احمد ظاهر نداره که من خودم کت از او مقایسه بکنم. من بیخی یک شخصیت دیگه، یک آدم دیگه، از یک طبقه دیگه بودیم. احمد ظاهر با کلی شخصیت دیگه از یک طبقه دیگه، ولی دوست و رفیق، ولی سه سال آخر زندگیش ما صمیمی ترین رفیقا و ما برتان صاف ساده گفتم میتونم یکی از نزدیکترین امراضهای زندگی شد. اجازه بدین که داخل رو یک دقیقه در این ارتباط اگر یعنی واقعا نظرت میخوایم ای که
و کم مانده احمد زایر اولین آهنگش ویدار صاحب گفت و آخرین کنسرتش رسولان خیبر بود، یک پروگرام به نام صلح هم بستگی که مدولی احمد مترم مدولی در انتر کانتینتال خوند و ای چهارشنبه پنجشنبه در خیبر عدست که شنونده زیاد آمد. بالاخره فیصله به میشد که احمد زایر دیگه پنجشنبه در هتل کانتینتال باشه. متاسفانه بدبختانه بگویم که یک روز پیشش چهارشنبه همین واقعه مرگش آمد و پیش از اینکه یک روز بره یک روز پیش یعنی یک ماتم چند ماتم شد دیگه به اون خاطر هرچی خواهم پیشتر هست که مشقه که بگویم راجع به احمد زایر و خصوصا محترم زایر ویرا که خودش از چرای بیاین که یکی از آوازهایش رو بشنویم. باز اگر اجازه باشه چند بینین دارم روی خط. یک آهنگش رو بشنویم. بگذارین مرگش رو برای آخر بانین یکی از آهنگ. خوب بگذارین. خیلی بگذارین. ده دقیقه دیگه وقت داریم.
قدرمند با عرض سلام مجدد برمیگردیم و ادامه صحبت های وایدا صاحب. خواهش میکنم. خب صحبت ها زیاد است. معذرت میخوام. ولی مشکل وقت داریم، کمبود وقت. به هر حال ببینین، میخواستم به این آهنگ اشاره بکنم. همه میدانن که شعر از بانوی شعر ایران یا یکی از بانوان شعر بلند ایران فروغ فرخزاد است که من اتفاقا افتخار آشنایی با برادرشان و همکاری یک ساله در رادیو و تلویزیون جام جم در ایران داشتیم. فریدون فرخزاد زنده یاد. اینجا این شعر از بانو فروغ فرخزاد است. میگه مرگ من روز فرا خواهد رسید و اینم یه آمن ظاهر میخوانه. جالب است در امو زمان زندیات مرد بزرگ شعر ما، ساده نویس و عاشق انسان و انسانیت، رازق فانی، یک مقاله نوشته کرد، البته بعد از در گذشته احمد ظاهر بود، در جریده پامیر که اگر اشتباه نکنم مربوط شاروالی بود وقت، بایس آقای سلطانی، بایس جورنالیست رازق فانی جمع از که شعر می گفت و ایگه پا بعض مطالب و مضامین نوشته میکرد. او در اونجا یک بحث بسیار مقبول اشاره کرده بود و او ای بود که شباهت های مثل که پیشتر وید سمدزای عزیز با شکسپیر و مثلا با الویس پریسلی و حتی با بعضی پیغمبرها و اینها که سال روز تولدشان چگونه، سال مرگشان هم می باشد اطور است، اما شباهت های را رازق فانی پیدا کرده بود در زندگی احمد ظاهر و فروغ فرخزاد. به این ترتیب که حداقل شباهت بسیار کلانی در بین امی قضیه شهادت از اینا یا مرگ از اینا یا ترور از اینا بود. فروغ در یک چهارایی ساعت چهار صبح انترا تصادف گونه توسط فرض بکنین یک موتر لاری کشته شد، اما آوازه چنان بود که درست شده بود مطابق پلان. فروغ فرخزاده مقصدم است، شاعره از این شعر. و احمد ظاهر مرگش عین چیز تصادف ترافیکی و با دو شایعه که بعضی ها دولت ادعا داشت که یک تصادف ترافیکی بوده و گویا احمد ظاهر در حالت عادی نبوده، مست بوده، و از طرف دیگه با همو مشایعتی که از جنازه شد و اشتراکی که مثلا دخترها و زنها و اینا هم در مسجد در آمدن، هم در شهدای سالین رفتن، سابقه اصلا در افغانستان نداشتن. گویی را خود نمیتونه فرض بکنیم آدم صحنه سازی بسازه یا سناریو بسازه. و بایم خواست مردم بود و بعد تمام مانا مخالف پالیسی دولت بود. خب اینال این مرگ ای دو نفره ای آدم رازق فانی مقایسه میکنه. یک خاطره که کوچک دیگران برتان میگم. آمدشاه علم، خب آمدشاه علم هم دوست عزیز و ارجمند من، سمیه السلام و احترامات خدا خدمتش تقدیم میکنم. احمد ظاهر و من اکثرا تو یک جایی که میشدیم و دکتر سیف رفیقی احیایی اینا، یک روز احمد ظاهر و آمدشاه علم در میکرویان در نزدیک همی بلاکی که من زندگی میکنم، البته آپارتمان از من بود، کرایه امتیازی دولتی بود، اینا دیدن یکی از دوستای خود میخواین برن، روزان بارانیست و در امی بلاک یک دو سه فامیل زندگی میکنه که با احمد ظاهر خصومت بسیار خونی دارن. اینا تا که میرن که داخل بلاک شون، اونا از بالا صدا میکنن، خب فش میتن و دو میزنن که تو اینجا چی میکنی، کای چطور، کای چه کار، و همون قسمی که ما و شما میفهمیم دیدیم. اینا میگریزن گریخته آمدن خانه ما. این بعد از مرگ مادر احمد ظاهر است و مادر احمد ظاهر از بی بی زنهای جامعه ما بود که
که من مثل مادر خود رو دوستش داشتم، رویارویی ندیده بودم، ولی در تلفن که میکردم یعنی مثل عمو احمد ظاهر کتم گپ میزد، مثل کتاب اولاده. اینا آمدن خانه ما، خانه ما که آمدن چیش دو همی قصه را کده احمد ظاهر گفت از بالا ما را پدر و مادر را هرچی که بود دو زدن تو را گریختیم آمدیم پیش تو. گفتم الهی شکر کاش که هر وقت همه تو را دو بزنن که باز تو ببریزی بیای خانه ما. مادرم بسار احمد ظاهر دوست. امو روز وقت با امان خدایی ای کتمه که با امان خدایی کده تو را دست مادرم که گرفت گرفت ماچ کد و شروع کد در گیریه اشکای چشم سر کد و یک رقم فق 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 ما گفتم آبا چه آدم چی گفت ای دست مادر ما خود مسموم نبود کدام چیز نبود چرا ایتا روی خود طرف ما کد هم تو اشکای سر میکد درست هم صحیح گفت زد نمیتونه گفت که قدر ازی بانو را بدان قدر مادر را بدان بله. که ما بسیار پسان فامیدیم بله. و روی خود کد طرف مادر بله. گفت شما هم قدر ای بچه بد اخلاق جنگروک بی ادب بی کلتور و بسیار لچکتانه بدانین نه. که ما احمد ظاهر صد تا انسان مؤدب خوب ترسندوک دم یک تاری موی زیبا را برنامه بسیار جالب درست انجینیر صاحب ما از تلویزیون پیام افغان از جناب آقای عمر خطاب یک جهان ممنون سپاسگزاریم و معذرت میخوام من میخواستم عین چیز سلام های گرم خود خدمت محترم عمر خطاب تقدیم بکنم و بگویم که آقای خطاب آیا صدای ما از صدای شما مکده غورتر است که پیشتر گفتین ظاهر وایدا با صدای غور خود منتظر است قربان شما من به نوبه خود احترامات خود و آقای خطاب تقدیم میکنم و تشکر میکنم که وقت اضافی برای ما دادن که ما تا درد دل خود با شنونده و بیننده تلویزیون راجع به بزرگداشت گرامی داشت مرحوم هنرمند فقید محمد ظاهر قدر کرد تشکر محمد شان تشکر از شما هم تشکر تشکر از بیننده و شنونده شما هم تشکر نسبت صحبت‌های شیرین شما و آقای سلطانی ما نتونستیم با تلفن‌هایشان پاسخ بگویم که البته ما را معذور بدن و این خواهش خودشان بود همینجا تلفن‌هایی که آمد در جریان که ما تلویزیون آهنگ نشد میشد خودشان خواهش کردن که تلفن‌ها را جواب ندن با اینکه صحبت‌ها را بشه این صحبت‌های ما تنانی از انجینیر صاحب شریفی هم عینی چیز از مهربانیشان و از تشکر از امیال دستر از مهمان نوازیش تشکر یک جهان ممنون و برای خطاب سه با امید دیدار در یا اینجا آلمان یا آمریکا یا هر گوشه جهان که باشه که دو به دو بشینیم و غوری صدای خود امتحان کنیم بنزای قدرمند یک جهان ممنون سپاسگزار از توجه شما از کمکاستی های تکنیکی در خلال برنامه ما را معذور بدارین تا تقدیم برنامه آینده هر یک شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم.